سلام میکنم به همه دوستای خوبم امیدوارم حالتون خوب خوب باشه و به کلاس درس خوش اومدین امروز میخوایم با هم یاد بگیریم در مورد ظرفیت خازن خب جلسه قبل ما در مورد خازن چی دیدیم؟ ما دیدیم که خازن ساده ترین نوعش رو میشه با موازی کردن دو صفحه فلزی خیلی بزرگ ساخت که مثلا این یک صفحه این هم یک صفحه دیگه که البته ما این پشت همین صفحه ادامه داره الان دیگه نمیبینیم چون رفته پشت اون یکی صفحه و وقتی ما این دو رو موازی می کنیم و یک اختلاف پتانسیلی بین این دو ایجاد می کنیم مثلا با وصل کردن به یک باتری دیدیم که بار مثبت روی این صفحه ذخیره میشه و بار منفی روی این صفحه ذخیره میشه و باز دیدیم با هم که میزان بار ذخیره شده برابر هست با اختلاف پتانسیل بین دو سر ضرب دره ظرفیت خازن به عبارتی ظرفیت خازن دقیقا معنی همون ظرفیت یعنی داره به ما میگه به ازای پتانسیل ثابت خازن ما چقدر جا برای بار داره ظرفیتش چقدر خب چیزی که میخوایم این جلسه با هم به دست بیاریم که این ظرفیت تابع چه عوامل فیزیکی هست چون خازن‌های مختلف ظرفیت‌های مختلفی دارن و من سعی میکنم که این جلسه نسبتاً کوتاه باشه اگر ما بریم و در آزمایشگاه آزمایش بکنیم خواهیم دید که اول از همه ظرفیت خازن یک تابعی هست از سطح مقطع این دو فلز یعنی هر چقدر سطح مقطع بزرگتر بشه این خازن ظرفیت بیشتری داره بار بیشتری رو میتونه در خودش جا بده ثانیا خواهیم دید که ظرفیت خازن یک تابعی هست از یک به دی که دی فاصله بین دو صفحه هست یعنی هر چقدر فاصله کمتر بشه ظرفیت خازن بیشتر میشه و نکته جالب اینه که اگر یک خازن در خلع باشه ظرفیتش فقط تابعی از همین دوه و در حقیقت سی برابر میشه با یک ثابتی که ما بهش میگیم اپسیلون صفر ضرب در سطح تقسیم بره فاصله بین دو صفحه خب این اپسیلون صفر چیه؟ یادتون هست قانون کولن رو که من گفتم بهتون اف ای هست کا کیو 1 کیو 2 تقسیم بر فاصله دوبار به توان دو اونجا من بهتون یک نکته ای رو نگفتم برای اینکه میخواستم ساده تر پیش بریم و اون اینکه این کا در حقیقت هست یک تقسیم بر چهار پی اپسیلون صفر که به این اپسیلون صفر میگیم زریب گذردهی الکتریکی خلا پس بذارید من بنویسم این ضریب گذردهی الکتریکی خلع هست و مقدار اپسیلون صفر برابر هست با هشت ممیز هشتاد و زب داره ده به توان منفی دوازده واحدش هم دقیقا برعکس واحد این کامون میشه دیگه برای اینکه چهار و پیک عدد هستن و بنابراین واحدش میشه متر دو بخش بر نیوتون کولندو خب این اپسیلون صفر دقیقا همون اپسیلون صفر هست و حالا وارد جزئیاتش نمیشیم اما علت اصلی این این هست که اصاره پدیده ای که ظرفیت خازن رو پدید میاره همون میدان الکتریکی بین دو صفحه است و اون هم داره عملا از نیروهای الکتریکی بین بارها میاد و خب عجیب نیست که اگر ما یک ثابت رو در دو جا ببینیم اما به هر حال این فرمول ظرفیت خازنه اما اگه ما بیایم و بین صفحات خازن به جای خلع یک نارسانا قرار بدیم مثلا یک شیشه قرار بدیم اون وقت آزمایش که بکنیم میبینیم که ظرفیت خازن خیلی بیشتر شد مثلا در مورد شیشه بین 6 شیش تا 10 برابر ظرفیت خازن بیشتر شد یعنی با یک پتانسیل ثابت ما تونستیم 6 تا 10 برابر بیشتر بار ذخیره بکنیم روی این خازن و بنابراین ما میفهمیم که ظرفیت خازن نه تنها تابع سطح و فاصله هست ضرب در این که یک ثابتی هست که ما بهش میگیم کا این کا با این کا فرق داره و اسم این کا یعنی این هست ضریب دیالکتریک دیالکتریک به معنی نارسانا هست البته من شک دارم که این ضریب دیالکتریک هست یا ثابت دیالکتریک فکر میکنم البته این ثابت باشه حالا خیلی فرق نداره یک ثابتی هست که به ازای هر ماده یک عدده مثلا برای شیشه حدود 6 تا 10 یا مثلا برای نمیدونم هوا همون تقریبا همون یک هست یک و ممیز صفر صفر یک عددی یا برای مثلا میکا یک عدد دیگه هست برای مواد مختلف این ذریب فرق داره و اگر ما بین دو صفحه خازنمون رو مواد مختلفی بریزیم میتونیم ظرفیت خازن رو تغییر بدیم و بنابراین ظرفیت خازن در نهایت میشه کا ضرب در اپسیلون صفر ضرب در ای, ای تقسیم بر دی که ای سطح هست و دی چی هست فاصله بین دو صفحه این کا هم واحد نداره یعنی ثابت دی الکتریک بدون واحد هست خب من میخواستم یک مثال هم حل بکنم از این اما فکر میکنم که دیگه خیلی براتون راحت باشه چون کافیه که عددهایی که به شما میدن مساحت و فاصله دو صفحه و اپسیلون صفر رو کار و قرار بدید و ظرفیت رو به دست بیارید بنابراین ترجیح میدم برم و الان صحبت بکنم راجع به یک مبحث یه مقدار مفهومی تر و اون اینکه این دیالکتریک چه اتفاقی در حقیقت چه کاری انجام میده که باعث میشه که ظرفیت خازن ما زیاد بشه پس اجازه بدید من این قسمت ها رو کامل پاک بکنم خب الان این قسمت ها رو پاک میکنیم و من میام و یک خازن برای شما دوباره میکشم این یک صفحه خازن فکر میکنم مثلا این یک صفحه خازن این هم یک صفحه دیگه خازن خب ببینید اول از همه به این توجه بکنید که ببینید ما اگر مثلا یک اتم اینجا داشتیم که این هستش بود و این دوروور الکترون ها در حال چرخیدن بودن حالا اگه یه دونه باشه پروتون یه دونه الکترون هست اگر من این اتم رو در یک میدان الکتریکی یک نواخت قرار بدم وقت این اتم در این میدان الکتریکی یک همچین شکلی پیدا میکنه یعنی هسته میاد اینجا و اتم من یک همچین شکلی میشه یعنی الکترون ها بیشتر در خلاف جهت میدان اون دور ها میچرخن و بار مثبت ما که هسته باشه بیشتر میره و در جهت میدان چون میدان به بار مثبت یک نیرو در این جهت و به الکترون ها یک نیرو در جهت عکس وارد میکنه خب بنابراین مرکز مؤثر بارهای مثبت و منفی جابجا جا میشه ما این اتم رو با یک همچین شکلی نشونش میدیم یعنی منفی و مثبت خب حالا وقتی من میام بینه حالا فرض کنید من یک خازن دارم که بارهای مثبت رو این صفحهش نشسته بارهای منفی نشسته و یک اختلاف پتانسیلی هم داره و سی هست کیو ضرب داره ببخشید س... سی هست کیو تقسیم بر وی خب حالا اگر من بیام یک ماده این وسط قرار بدم یعنی یک دیالکتریک این وسط قرار بدم که بذارید این دیالکتریک رو من مثلا این شکلی بکشم فرض کنیم این دیالکتریک ما باشه این دیالکتریک کلی اتم داره خب و ما دیدیم که بین صفحات خازن یک میدان الکتریکی در این راستا وجود داره شما فرض کنید این یک خط خب و اتفاقی که میفته اینه که اتم های داخل این دی الکتریک قطبیده میشن یعنی دقیقا همین اتفاقی که سر این اتم اومد در میدان الکتریکی سر اینها هم میاد مثلا این میشه فرض کنید اینجا سه تا اتم اینجا هم سه تا اتم دیگه من میکشم خب و اینها تا پایین و بالا ادامه دارن اتم های مختلف و بار منفی میاد این بار مثبت میره سمت میدان و اتم های ما یک همچین شکلی پیدا کنند. خب حالا اتفاقی که اینجا میفته اینه که این مثبت و منفی هایی که این وسط هستن همدیگر رو خونسا کنند و هیچ اثری روی رفتار خازن ما ندارن چون دقیقا به ازای مثبت ما این ور منفی داریم خب و اینها هم همدیگه رو خونسا میکنن اما یک لایه منفی در سمت چپ و یک لایه مثبت در سمت راست داخل دیالکتریک ما باقی میمونه در نهایت دیالکتریک ما داخل میدان الکتریکی همچین شکلی میشه یعنی کلی بار مثبت میشینن سمت راستش و کلی بار منفی میشینن سمت چپش که خلاف جهت میدان هست این باعث میشه چه اتفاقی بیفته این باعث میشه که بارهای منفی بیشتری به خازن ما جذب بشن برای اینکه این بارهای مثبت دارن اونها رو جذب میکنن و این بارهای منفی باعث میشه که الکترون های بیشتری از صفحه سمت چپ خازن ما دور بشن و اینجا بار مثبت بیشتری در حقیقت پدید بیاد و بنابراین باری که خازن من جمع میکنه روی خودش به ازای یک اختلاف پتانسیل زیاد بشه درسته خب این هم توضیح این بود که یک الکتریک عملا داره داخل خازن چیکار خب حالا من میتونم این شکل کتاب رو هم در این مورد براتون بیارم فکر میکنم بله این شکل کتاب هست در مورد همین دیالکتریکها ها که دقیقا همین اتفاق ها رو داره خیلی قشنگتر نشون میده که میدان الکتریکی ما اتم های داخل دیالکتریک رو قطبیده میکنه این مثبت و منفی ها هم دیگر رو خونسا میکنن و همینطور اینها و یک لایه منفی و یک لایه مثبت اینجا باقی میمونه و این باعث میشه که بار منفی بیشتری روی این صفحه خازن و بار مثبت بیشتری روی صفحه مثبت خازن بتونه بشینه خب خیلی هم خوب فکر میکنم که فقط یک نکته کوچیک که دیگه وجود داره که در کتاب خیلی کوتاه توضیح داده شده منم میخوام در سی ثانیه بهتون بگم و اون نکته اینه که من خازنم رو اگر بیام به یک پتانسیل V وصل کنم خب بار کیو برابر با CV روش میشینه درسته و اگر V رو زیاد بکنم بارش بیشتر میشه اما نکته ای که هست اینه که خازن من یک ظرفیت ماکسیمومی داره که اگر من اختلاف پتانسیل رو خیلی زیاد بکنم و بار روی خازن از اون ظرفیت ماکسیموم بیشتر بشه خازن من جرقه میزنه و در حقیقت نابود میشه اتفاقی که میفته اینه که بین دو صفحه خازن دیگه رسانا میشه و جریان برقرار میشه و زیاد دقیقش مهم نیست که چه اتفاقی میفته مسئله اینه که اگر بار روی خازن بیشتر از حد اکثر ظرفیت بار خازن بشه پدیده ای رخ میده که ما بهش میگیم فروشکست و طی اون خازن دیگه ویژگی خازن بودنش رو از دست میده جرقه میزنه و حتی ممکنه سوراخ بشه خب فکر میکنم برای امروز کافی باشه در ویدئوهای بعدی میبینمتون فعلا خداحافظ